بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار از این به بعد برنامه های ما رو تو کانال مسلمان تیوی همونطور که روی صفحه میبینید مشاهده کنن پس حتما عضو به کانال مسلمان تیوی بشید و توی تلگرام و ایتا هم برنامه های ما رو دنبال کنید مایوس نادان و همفکران و طرفدارانش ازادار شدن قضیه هست. چه قراره در ادامه بهتون میگم اما اگر تو یک سال و نیم گذشته برنامه های من رو دیده باشین به دو سه تا گزاره خیلی مهم اشاره کردم و تحلیل های ارائه دادم که الان بعد از شنیدن این کلیپ که میخوایم با هم دیگه پخش کنیم و بشنویم قطعا به درست بودن این تحلیل ها پی میبرید این کلیپی هم که الان میخواد پخش بشه خدا رو شاهد میگیرم تا دیشب من نشنیده بودم خودم یعنی دیشب این کلیپ رو من شنیدم سه تا گزاره مطرح کردیم یکی ملیگره فیک که ایران و اسلام رو در مقابل هم قرار میدن دوم بحث استحاله فرهنگی و اعتقادی هست که به صورت خیلی نرم در همین جنگ نرمی که توش هستیم داره اتفاق میفته و سوم رسیدیم به مبحث شیطان که شیطان چطور انسان و جامعه رو منحرف میکنه گفتیم که قدم به قدم و گام به گام این مسیر رو طی می میکنه بعد شما چش باز میکنیم این اه اون دخترانی که از دوره اصلاحات به بهانه آزادی به جامعه کشیده شدن الان برخیشون سن ازدواجشون گذشته برخیشون خارج از کشورن و مشکلات عجیب و غریبی دارن و برخی هم تو اون زندگی حیوانی قوطه که حالا در ادامه مثال میزنیم خودتون خواهید فهمید که چی میگم بریم این کلیپ رو با هم بشنویم نکاتی هست که خیلی مهمه و من میخوام بهش اشاره بکنم و بگم این تبا اصلا کی بوده که پروژه ایران شهری رو استارت زده از سی سال قبل به اینور و اون رو پیگیری میکرده این صحبت ها صحبت های حسن عباسیه که بسیار دقیق سال 98 ایراد شده عزیزان فراز آخر که این دیگه زدن ولایت فقی نیست زدن خود اسلامه هشیار باشید مردم مؤمن امام فرمود در مقابل دین ما به در مقابل دنیاتون نیستین امروز جریان لیبرال مانده که دین ما رو بزنه این جریان لیبرال هم بیشتر از طیف اصلاح می ها میزنه بیرون مثلا شما به وزرای دولت روحانی نگاه کنید وزرای هزار میلیاردی کسی که مثلا کلینیک آنچنانی داره هزار میلیارد سرمایه داره این چطور میتونه بفهمه مثلا یه مریضی که 150 هزار تومن پول حق ویزیت نداره بده چه دردی داره میکشه چطور داره زندگی میکنه این تفکر لیبرالی اینه سرمایه‌داری دیگه گنده گنده های این اصلاح طلب ها که به نوع پدر معنوی هم بود خب شما میتونید مثلا رفسنجانی رو ببینید چی میگفت میگفت زیر چرخ دنده‌های توسعه اگه یه دیام له شدن و شدن دیگه یا مثلا از تهران برید و تهران برید نمیاد میگه آقا توسعه متوازن داشته باش که طرف تهران نیاد که تو مجبور بشی حرفی بهش بزنی چه جوری تئوریسین آقای خاتمی کی بود؟ سروش می گفت پیامبر خواب دیده بلند شده گفته نوشتن شده قرآن پیامبر وحش نازل نشد منظور عبدالکریم سروشه که کتابی داره به اسم سرادهای مستقیم ببین وقتی آدم عمق نداشته باشه میرسه به همینجا سرادهای مستقیم غلطه سرات اصلا باید یکی باشه سوبل میتونه چند تا باشه سرات یعنی جاده مستقیم سوبل یعنی جاده فرعی ها دیدید مثلا توی اتوبان دارید میرید مثلا از یه محله یه فرعی اومده یا تو مثلا بزرگراه دارید میرید به شهری میرسید منطقه مسکونیه یکم قبل و بعدش راه های فرعی است که از روستاها یا مثلا بخش های مختلف میاد میرسه به اون جاده سرات یکیه کتاب مینوسه به اسم سرات های مستقیم میاد مثلا مبانی اسلامی و اعتقادی رو زیر سوال ببره به اسم روشنفکر دینی ببین دیگه نمیاد شما وقتی از اپوزیسیون صحبت میکنی یه اپوزیسیون سیاسی داریم یه اپوزیسیون اعتقادی داریم الان تو همین جمهوری اسلامی طرف زندگی داره میکنه در سایه امنیت همین حکومت جمهوری اسلامی مثلا میاد برنامه میسازه بر علیه جمهوری اسلامی بعد به چه اسمی به اسم دین به اسم مذهب از امام زمان تعریف و تمجید میکنه ها. میاد میگه ما کتاب های روایی داریم شیخ صدوق فلان, فلان چیز فرمود مثلا کلینی فلان چیزو رو در فلان کتابش رو برده حدیث هم برات میخونه بعد تو نگاه میکنی که ای مگه میشه این داره حدیث میخونه که مگه میشه این دروغ بگه مگه میشه این شیاد باشه مگه میشه مثلا دشمن باشه ما یه اپوزیسیون اعتقادی هم داریم که نمونهش همین عبدالکریم سروش بود یعنی به بهانه زدیت با جمهوری اسلامی اینا دین رو هم میخوان زیر سوال ببرن که حالا در ادامه که از آیات قرآن رو نشون میدم که اینا کور خوندن ادامه این رو هم بشنویم تئوریسین دولت آقای روحانی کیه؟ نه زیبا کلامه نه آشناس سید جواد تبا تبایی همین که تو این دو سه روز گذشته از دنیا رفت اونا تو آمریکا. استاد دانشگاه تهران بوده بعد بالاخره کار به جایی که ظاهرا اخراج میشه و اینها پروژه ایران شهری رو استارت میزنه که ما قبلا بهش اشاره کردیم پروژه ایران شهری چیه الان اینجا حسن عباسی اشاره هایی میکنه حالا اگه لازم باشه من تکمیلش میکنم مردم این فرد رو بشناسید این معمار براندازی ایران آینده است خودش و خانوادهش دخترش و دیگران ایران آینده میدونید یعنی چی دیگه تمدن نوین ایرانی اسلامی اون تمدن اسلامی که رهبری بارها ازش صحبت میکنه و ما هم گفتیم این به این معنا نیست که تو قلم روی جغرافیایی تو گسترش بدی بری مثلا از هند بگیری تا مثلا تا غرب عالم رو بگیری نه تو دور این انقلاب است تفکره که الان مثلا از کشورهای مختلف دنیا جمع میشن میان تو قوم جامعه المصطفى میرن درس دینی میخونن شیعه میشن میرن تو کشورهای خودشون مبانی شیعه رو تبلیغ میکنن نمونش شیخ زکزکی رهبر شیعیان نیجریه یا یعنی اهل سنت بوده میاد همون موقع انقلاب با امام آشنا میشه پای حرفای امام میشینه زانوی تلمز جلوی استادی مثل امام میزنه مبانی شیعه رو میگیره خود شیعه میشه میره تو نیجریه چندین میلیون نفر رو شیعه میکنه حالا ما تو ایران اون بچه شیعه داریم که میخواد از اسلام جدا شه و این رو برای خودش مثلا افتخار بدونه روشنفکری فکری و فلان از این حرفا آیه 54 سوره مائده رو ببین دوست عزیز میگه کسی که از دین خدا میخوای برگردی از آین خدا برگردی و فکر میکنی که مثلا خیلی کار شاقی کردی نه تو زیاد آش دهنسوزی هم نیستی خدا کسایی رو میاره به جای شما که هم خدا رو دوست دارن هم خدا اونها رو دوست داره تو فکر نکن مثلا آش دهنسوزی هستی این توفیق رو به تو داده که تو بچه شیعه شدی ویدیو عالم زر رو بارها گفتم تو کانال مسلمان تیوی گذاشتیم ببینید بفهمید چرا شیعه شدید اگه ارزش رو بفهمید دو دستی میچسی به مکتب خودت اگه بفهمید چی شده که بین 8 میلیارد آدم تو شیعه شدی دلیلش رو بدونی اصلا دیگه از این مبانی فکری پوچ میای بیرون چون نمیدونی چه گوهر و چه در نایابی رو خدا به تو داده محبت اهل بیت میگه الکیه کیو دیدید عاقبت به خیر بشه با توهین به اهل بیت اما در اون طرفش کیو دیدید در خونه اهل بیت صادقانه بیاد و ذلیل شده باشه من ندیدم اگر دیدید بدید اونایی که تلاش میکنن اسلام رو زمین بزنن اسلام به فراموشی سپرده بشه اسلام رو دفن بکنن آیه سیاده سوره توبه رو باید بخونن اینا میخوان دین خدا رو اسلام رو با فوت خودشون خاموش کنن همونطور که مثلا یه نفر فوت میکنه شم خاموش میشه اما اگه به همین سادگی هست. خدا خواسته که اسلام عزت پیدا کنه عزت یعنی چی؟ یعنی 1400 سال پیش در حجاز یک پیغمبری میاد در بین قومی که جاهلترین اقوام بودن میاد آین حق رو تبلیغ میکنه سه سال پنهانی 23 سال نبوتش طول میکشه دشمنی هایی که باهاش میشه توهین هایی که میشه اما روز به روز اسلام رشد میکنه مقایسه کنید اون زمان رو با الان که خود مؤسسات غربی دارن میگن آقا اسلام داره پیشی میگیره از مسیحیت سی چل سال دیگه اسلام دین اول کره زمینه چون مردم از تمام مکاتب فکری و اعتقادی خسته شدن یکی یکی امتحان کردن که حالا ما این رو تو کتاب امام زمان ما کامل و مفصل توضیح دادم و گفتم که چرا مردم در آخر زمان گرایش پیدا میکنن به امام زمان سلام الله علیه خب پس وقتی تو این رو نمیدونی نمیدونی که خدا چه سرمایه ارزشمندی به تو داده و تو بچه شیعه به دنیا اومدی در ایران ما خب معلومه که ولش کردی رفتی اما اگر بفهمی چه خبره فریب امثال اینها رو نمیخوری ادامهش هم گوش بدین این فرد 25 سال 30 سال روی نظریه کار میکنه به نام ایران شهری ایران شهری به فارسی یعنی تمدن ایرانی در مقابل اسلام شهری اسلام شهری به فارسی یعنی تمدن اسلامی دستاشو اینجوری بگیره دو تا ریل دیگه میگه هزار سال گذشته تو ایران سیاست مبتنی بر شریعت نام نویسی بوده یا مبتنی بر سیاست نام نویسی شریعت نام نویسی همین فقه هایی که به شما عرض کردم از ابن قولوی توی قم تا امام راه شریعت نامه رو منظورش فقه فقاهت نامه یه کسی میخواد ولایت فقیر رو بزنه چجوری میخواد بزنه میگه رو نزنید فقاهت نامه نویسی رو بزنید بزنید طبق نامه نویسی رو میگه این موجب شده ما به انحطاط رسیدیم چه کار بعد بکنیم؟ اینو بذاریم کنار این ستون رو شروع کنیم سیاست نام نویسی کنیم مث... دیدید میگن سیاست ما نباید با دین قاطی بشه اون جامعه سکولاری که اونها مثل عبدالکریم سروش در نظر دارن اتفاقا همینه مستقیم نمیاد حمله کنه که نرم کم کم زیر پوستی میزنه بعد یهو میای یه نگاه میکنی چش باز میکنی از اسلام فقط یه پوسته و ظاهر مونده یه اسم مونده من بچه مسلمون باشم یه اعمال اسلامی اعتقادات اسلامی نهایت نهایتش برو مثلا توی گوشه کنج ازلت برای خود داشته باش اونجا چهار تا از هم بگو ولی تو ساحت جامعه باید دین رخت بر ببنده چیکار کنیم رخت بر ببنده؟ اعتقادات رو باید بزنیم اصول رو باید بزنیم جایگاه رفیع رو باید بزنیم ما یه برنامه داشتیم توضیح دادم گفتم دشمن تو پنج حوزه کار میکنه اماکن مقدس اشخاص مقدس اشیاء مقدس زمانهای مقدس نگاه کنید دیگه ماه محرم و سفر میشه شروع میکنن آقا این پولو بدید به فقرا مثلا اربعین و کربلا زیارت هم مکان مقدسه هم زمان مقدسه هم عمل مقدسه میاد اون رو میزنه اینها به اسم اسلام میخوان بزنن اسلام رو این شما بیرون از اسلام های اسلام بزنی اینها به اسم اسلام اومدن اسلام رو بزنن و در کنارش پروژه ایران شهری رو پیاده کردن یعنی چی؟ یعنی از ارق ملی تو سو استفاده کنن تو مخاطب رو در یک دوگانگی قرار بده بگه یا اسلام یا ایران دوتا رو بخوای اخه در صورت که ما بارها گفتیم اینا دوتا بالن شما نمیتونی یکی قطع کنی بگه آقای با تکبال پرواز کنی میشه پرواز کرد اسمش هم روشه دیگه جمهوری اسلامی ایران ادامش هم بوش بدیم کی؟ الملک اومده این دو قلوهای دولت روحانی درست میکنه هی hey, دوگانه های درست میکنه رو رو هم این هم یه دوگانه درست کرده 25 30 25 سال 30 سال پیش اون موقع دانشگاه تهران استاد بود بعد که دیگه بازنشسته شد و رفت و رفت فرانسه و دیدم غرب و لیبراله تئوریسین حزب کارگزاران تئوریسین حزب اعتدال توسعه است روزنامه شرق و مجله مهرنامه و ایران توی 20 سال گذشته همه تلاششون بوده اینو جا بندازن تو ایران اومدن یه بودجه ای گذاشتن روزنامه شرق و مهرنامه و اینا یه سری افرادشون فرستادن یه مجله برای زدن به نام سیاستنامه روزنامه شرق هم که مستحضره دیگه این داخلیه از توش جاسوس خبرنگار در میاد مطالبی در میاد که عینا شما اگر مثلا تیتر و لوگو رو اینها رو نبینی سر تیتر رو مثلا نبینی که نوشته شرق گزارش میدهد شما میگین حتما بیبی بی, بی و این مثلا منتشر کردن یعنی انقدر اینا توهر دارن تو این زمینه تو مقدمش هر شماره همین حرفا رو میزنه که باید شریعت نامه نویسی و فقه رو بزنیم سیاست نامه نویسی رو جایگزین کنیم به جای اون فقه ها نخاج نظام الملک ها باشند چقدر قشنگ میخوان فقه و ولایت فقیه و شریعت و دین رو بزنن حالا بحث خاج نظام الملک و اینا رو بخوام باز کنم توضیح بدم تفاوت ها اینا خیلی طولانی میشه بخوام به لب به مطلب برسیم که آخر برنامه بهتون میگم که نتیجه گیری چیه بعد چی میشه ایران دیگه اسلام توش نیست ایران میمونه و لیبرالیزم فرانسوی میشه پروژه ایران شهری ما بر میگردیم به تمدن ایرانی اصلا تو برنامه های این باستانگیره ها اگر نگاه بکنید همینه طرف ناموس خودش رو بابت ترین وضع ممکن میاره جلوی دوربین چون نتونسته رو ناموس خودش تسلط داشته باشه از کشف اجاب دفاع میکنه حمایت میکنه اصلا براش عقده شده یعنی اون کمبودهایی که توی زندگیش داشته داره اذیتش میکنه برای همین یه حالا که من اذیت شدم شما هم باید اذیت بشید جامعه باید به سمت و سوی بره به بیبندوباری و ولنگاری برسه حاکمیت از هم بپاشه منی که فرار کردم از کشور برگردم اینجا زندگی کنم عقده شده یعنی راه برگشتش رو نبوده جمهوری اسلامی میدونه دقت چی میگم اون حکم فقهی که بر این اشخاص که به اسلام توهین میکنن مترتب هست خب اونها رو میترسون از بازگشت به کشور بعد چیکار بکنن باید راه فراری برای خودشون پیدا بکنن راه فرارش چیه تنها راهش اینه که جمهوری اسلامی نباشد خیلی راحت وگرنه آرزوی زندگی در ایران رو باید به گور ببرن دیگه طبق اون چیزی که تو ذهن خودشون هست و پیش بینی که از آینده خودشون میکنن آقا 18 سال پیش در 1180 تو فرانسه خبرنگار بهش گفت آقای تبا تبایی. شما چطور میگی که اسلام ضعیف شده از بین رفته اسلام تو ایران تونسته حکومت تشکیل بده خیلی قویه غربی ها از آن میکنن به این که اسلام داره رشد میکنه جمهوری اسلامی قوی شده ولی یک عده خود فروخته داخلی که وطن فروشی هم میشه جز کارنامه این حساب کرد میگن نه شما اشتباه میکنید شما داغید کلتون داغه اصلا نمیفهمید ایران سقوط کرده اسلام هم فاتحش خونده است پس این جمعیت که روز به روز داره مسلمون میشه در جهان اینا دیوانه فقط شما میفهمین این اونا متوجه نشدن طرف 30 سال چهل سال مسیحی بوده یهودی بوده نمیدونم اعتقادات مختلف داشتن اینها اومدن مسلمان شاه اینا نفهمیدن اهل مطالعه نبودن طرف دکتر بوده پروفسور بوده تو کتاب مسلمان شناسنامی نمونه های آوردم یه نمونه به خصوص آوردم که خودش مسلمون شده پزشک بوده ثروتمند بوده توی سوئیس بوده اینها که دیگه از هر بن شمس اینا که دیگه نمیتونید کتمان کنید مال 2000 سال پیش نیست مال همین 10 سال و 20 سال و 30 سال گذشته است اما اینا میگن نه اسلام نباید باشید چون اسلام جلوی منافع مادی و دنیوی ما رو میگیره ما لیبرال هستیم غربگرا هستیم غربیا میگن آقا دین رو بذار کنار ما هم میخوایم این کار رو بکنیم همون اتفاقی از دوره خاتمی افتاد به اسم آزادی استحاله فرهنگی و اعتقادی نرم نرم و گام به گام اتفاق افتاد هجاب کمرنگ و سبک زندگی ها از اسلامی به غربی گرایش پیدا کرد ماهواره ها اومد طرز تفکر زندگی پوشش گویش رویش ما رویش هایی داشتیم تفاوت پیدا کرد یه زمانی طرف افتخار میکرد به اینکه مثلا پیکان جوانان داشته باشه بعد بی ام وی مثلا 518 اومد بعد پاترول اومد بعد چه 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 بعد طرف موبایل بگرفت دستش پوز میداد الان با ناموزش پوز میده چه چیزی آتون تر از این ماشین دو میلیاردی باید زحمت بکشی پول بدی اما تو خیلی راحت میتونی ناموتتو بزک کنی بیاری تو خیابون مثل اتوبوس که وسیله نقلی عمومی است بگی مردم نگاه کنید فیز ببرید آسونه دیگه پوز روشن فکری بدی یعنی با اون افتخار کنی چقدر انسان باید پست باشه حقیر باشه بدبخت باشه که از این طریق بخواد خود نمایی کنه و چقدر از این خانم ها گلایه دارن پردای قیامت پدر شما رو در میارن اون زن راضی نیست اونجوری بیاد بیرون پیام میدن به ما پیام میدن به ما که آقای ما دوست داریم محجبه باشیم دوست داریم اسلام رو پیاده کنیم همسرم میگه باید مثلا مثل فلانی میترسه که این اگر اونجوری نباشه تو خیابون این بدجوار رو ببینه مثلا دلشو ببرن چقدر بده وقتی میگیم بد حجابی آثار و طبعات شوم داره نموناش همین هاستا طرف از ترس این که ببین از خدا نمیترسه از شوهرش میترسه از آینده زندگیش میترسه که تباه بشه از خدا به ترس آیه 24 سوره تو رو ببین اول خدا اصلا اول و آخر خدا تو برای خدا حجابت رو رعایت کن تو برای خدا نمازت رو بخون تو برای خدا روزت رو بگیر تو برای خدا دینداری بکن اون شوهری که در خیابون میخواد با یه نگاه دلش بره همون بهتر که بره تو آخرتت رو میخوای تباه کنی که این رو حفظ بکنی در ثانی تو اگر مؤمن باشی معتقد باشی دعا میکنی که خدا او رو هدایت بکنه اصلا کار به اونجا نرسه که بخواد تو رو ول کنه بذاره بره تو حکم خدا رو زیر پا میذاری که شوهرت رو حفظ کنی این کسی که با دو تا تارموی افشون و با دو تا رژ رنگ, رنگ بخواد بره این فردا با یه چیز بهتر از اینها هم میره دست بالا دست زیاد دیگه فردا خوشگل ترش میبینه به به پس فردا یکی رو میبینه خب این همین اتفاق میفته تو چطور میخوای جلوشو بگیری مگر اینکه خودت مؤمن باشی دعا کنی خدا هدایتش کنه وگرنه این راه که تو میری به ترکستان است گناه کنی که جلوگیری کنی از یک خطر احتمالی در آینده اسلام نمیشه از ایران کند ایران هویتش رو از اسلام میگیره اسلام برای من سوال شما بگو چجوری اسلام نمیتونه باید بره کنار بشه به جا اسلام بیاد ایران ایران هویت پیدا کنه نه اسلام آقای تبا تبایی میگه اسلام مرد ولی خود تبا تبایی مردا این یعنی اسلام موند تبا تبایی ها میمیرن ولی اسلام میمونه وعده خداست خدا وعده داده حکومت جهانی مستضعفین باید تشکیل بشه به زعامت و رهبری امام زمان سلام الله علیه این که میگفت اسلام مرده انا خودش مرد شد خیلی امثال این مردن ها ولی کی میفهمن آیه 99 صد سوره مؤمنون رو ببینید اون موقع میفهمن الان نمیفهمن داغن چی میگه؟ میگه وقتی عجل یکیشون که میرسه تا ازا جا اهدهم الموت قال رب برج اون ملک الموت که میاد بالا سرش میگه خدا منو برم گردون آقا چرا برد گردونیم؟ آقا چرا برد گردونیم؟ آیه صد جوابش داده لعلی اعمل و سالها فیما ترکت میگه برای اینکه اون اعمال سالهی که ترک کرده بودم رو به جا بیارم آدم باشم این انسان زندگی کنم خدا چه جوابی میده میگه کلا هرگز این لغلقه زبونشونه خدا خودش هم میدونه میگه اگر دوباره زندش کنم برگرده بازم همون مسیر اشتباه رو ادامه میده این الان حرف مفت داره میزنه چون اسرائیل بالا سرش دیده فهمیده که بابا شوخی نبود تموم شد نامه اعمال بسته شد و خدا نگهدار باید تو برزخ بمونی بعد قیامت بشه بعد اونجا اون پنجاه تا موقفی که در یک روز قیامت هست که هر کدوم هزار سال طول میکشه اونجا پاسخگوی عملت باشی این که این جواد تبا ها شب اولشون چطور میگذره الله و ادامه هم گوش بدین اسلام مرده است و علمای قوم در 1400 سال پیش سوزنشون گیر کرده 18 سال پیش میگه اسلام مرده است خبرنگار فرانسوی تو مجلهشون اینو میکنه تیت جواد تباتبایی طبع اسلام مرده است ایشون میاد به عنوان تئوریسین دولت هاشمی و دوره اخیر دولت آقای روحانی آقای روحانی سال 1196 دو سال پیش همین موقع ها در نهمین جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی حکومت اسلامی رو در وزارت علومش آقای قلامی دستبندی میکنه یه هیئت علمی میشینن میگن عالیترین نظریه در علوم انسانی در جمهور اسلامی چیه نظریه ایران شهری و مرگ اسلام و غیر و زاله. میان تون مراسم رسمی حکومت اسلامی از پول بیت المال مسلمین سکه و قاب و فلان این حرفا سل علی محمد هیچکی نبود این آمد بیا بالا ببینیم تو دیگه شاخ همه نظریه پردازی ها رو شکوندی بیا بالا آقای روحانی جایزه ویژه رو تقدیم میکنه به جواد تبا تبایی. اسلام مرده است این لحظه است که داره جایزه رو بهش تقدیم میکنه اسلام مرده است و علمای قوم تو 1400 سال پیش گیر کردن آقای تبا خودت مردی میدونی چرا سه تا دروغ سید جواد تبا مردک تو اگه میخوای اسلام رو بزنی عرب رو بزنی ایرانیگری رو علم کنی آخه تو که سیدی یعنی ریشت عربه یعنی به خاندان اهل بیت منتسبی آخه تو چجوری ایرانی هستی اگر اسم داریوش کوروشی بود خشایار اردشیری بود یه چیزی اما سید جواد تباتبایی ای... کور خوندی این تیکه توشه ها حالا چون من نمیخوام دیگه زیاد بازش کنم بالاخره یه اشاره کرد دیگه الاغلو یک فیبل اشاره بالاخره یه اشاره کرد حالا که گرفتن گرفتن چی گفت انقدر این اسلام زنده است که 2300 400 جوانش مثل محسن حججی بلند شدن رفتن توی سوریه برای حفظ حرم حضرت زینب سلام الله علیها سرشون مثل ابا عبدالله بریده شد و شما جماعت لیبرال یک نفرتون مرد نبود به خاطر اعتقاداتتون خودشو مثلا بکشه شما زنده نیستید شما مردید شما مرد ندارید شما شهید ندارید لیبرالیز مرده است که پنجاب و هشت هفته است مردم تو خیابانهای فرانسه علیه لیبرالیز حرف میزنند آقای تبا تبایی آقای روحانی آقای غلامی وزیر علوم این آن پولی رو که از بیت المال مسلمین خرج نظریه مرگ اسلام کردید از حلقومتون میکشین بیرون خب امیدوارم این اتفاق بیفته چون اصلاح طلب ها خیلی از این کارا کردن و امیدوارم که یک روز قبل از قیامت تو قیامت کنه باید پاسخ بدن و هم، انهم مسئولون تو میدارم مسئول اعمالتون اما امیدوارم تو همین دنیا پاسخ بدن یعنی جوری نشه که البته بعضشون پاسخ دادن و بزرگانشون مثلا نوع مرگشون که شما نگاه میکنید یه یه جوریه دیگه مثلا یه موقع مثلا طرف میره تو راه کربلا یه مثلا سر نماز فرق میکنه آدم چه دنیا بره یه موقع مثلا تو استخری جایی مثلا تو همون مثلا گاز گرفتگی چیزی نمیدونم خیلی فرق میکنه ببین چی میگم و اون عزت و آبرویی که به اسم اسلام به دست آوردن متاسفانه دست میدن به خاطر عملکرد بعدشون و خدا از نیتهای خالص خبر داره امیدوارم که با تماشای این برنامه یه مقدار به فکر فرو برید و برید درباره اسلام تحقیق کنید برید ویدیوی عالم زر رو که بهتون نشون دادم ببینید برید ببینید چرا شیعه شدید ببینید که این حاکمیت با حکومت شیعی چطور تونسته ایران رو حفظ بکنه در طول تاریخ ایران تقریبا میشه گفت بی سابقه و کم سابقه از حداقل اینکه یک حکومتی بر سر کار باشه و یک وجب خاکش رو نده اون هم با این همه دشمنی در این بره از زمان یه زمانی بود مثلا دو تا کشور با هم جنگ میکردن رو با چما و شمشیر اینها الان جنگ جنگ هسته‌ای جنگ اتمیه جنگ پهبادیه شوخی نیستا دشمن تا دندون مسلح شده دور تا دور کشورتم گرفته پایگاه زده دیگه همه جا ولی تو باز مقتدرانه استادی اینو مدینه چی هستی؟ اون نگاه شیعی اون ایدئولوژی و اعتقادی که پشت این حاکمیت هست حالا یه جایی ظلم میشه بله میشه یه جایی فساد هست بله هست تورم هست بله هست انتظار مدینه فاضله که نمیتونی داشته باشی که مدینه فاضله تنها در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه هست که حضرت حکومت جهانی تشکیل میده مدینه فاضل است الان یه سری ایراداتی هست هیچ کس هم منکر نیست از رهبری بگیرید تا پایین ترین جامعه همه این رو معترفن که آقا اشکالاتی هست ایراداتی هست بالاخره آدمی زادن دیگه شما دیگه اداره یه کارمندی رفتار زشتی میکنه اونم از همین مردمه حالا چون زیل حکومت تعریف میشه شما اینو نمیتونی به پای کل حکومت بزنی بله از اون طرف باید بازرسی باشه نظارت باشه برخورد ها باشه اما این که این حاکمیت رو پای خودش ایستاده عزتمندانه و مقتدرانه در جهان مقابل ظلم ایستاده از مظلوم دفاع میکنه این رو کسی بر نمیتابه و میگن از اسلامه این همه پیشرفت ها رو نمیخوان ببینن صرفا به خاطر دشمنی با اسلام وگرنه خیلی از اینا که ادعای ملی گرایی دارن میگن آره ایران پیشرفت کرده و فلان این هم هست چند روز پیشم ادمین تو کانال تلگرام گذاشته بود از اینها میخوان اسلام رو بزنن که متامع دنیاییشون تامین بشه به قول شاعر میگه نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی بابا یه بار مسلمون رو ادا در ببینم کجاش بده بعد بیا به من بگو بگو اینجاش بده ها این اسلام این اعتقادی که کار رو پیش میبره تو همین چند روز گذشته بالای 100 میلیون تومان پول از همین هموطنای خارج از کشور اومده به حساب من گفتم آقای وطن اینو خرج فقرا کن رفتم جاهایی که طرف دست به آسمون گرفته خدایا و اونجا گفتم این جمله رو دقیقاً گفتم گفتم این محبت اهل بیت ما رو دور هم جمع کرده طرف دستا رو گرفته رو به آسمون خدا ان خیرشون بده همین دعا واسشون ترابطی به دولت داره نراتی به حاکمیت داره اصل اصل اون اعتقاد است نکته نابش رو می‌خوای تو اعتقاد ببینی حتما توصیه میکنم ویدیو عالم زر رو ببینید لینکش رو زیر همین ویدیو هم قرار میدم که بتونید تماشا کنید ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودیم ولی که ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون